در دوره ساسانیان، محوطه نقش رستم از نظر دینی و ملی اهمیت بسیار داشته است و از این رو باید پذیرفت که دیواری نگهبانش بوده است و پاسدارانی آن را پاسبانی می کردند. محوطه مقدس به شکل مستطیلی ناقص بوده و درازایش 200 متر و پهنایش 70 متر می شده است و شمال آن محاط به کوه بوده و سه جانب دیگرش را باروی از خشت نگهبانی می کرده است. دیوار بارو 9 متر پهنا داشته و در فواصل 21 متری برج‌هایی با قطر 10 متر و به شکل نیم استوانه رو به بیرون محوطه ساخته شده بودند. 7 برج در ضلع جنوبی و 2 برج در ضلع غربی و احتمال دارد 2 برج هم در ضلع شرقی ساخته شده بوده اند. اگر شما نقشه هوایی کنونی را با گوگل مپ ملاحظه بفرمایید، می توانید ویرانی های برج و بارو را مشاهده کنید و در برخی نقاط برج های نیم استوانه‌ای به خوبی نمایان هستند. در پشت دیوار بارو رو به جنوب، یعنی رو به دشت، گودی درازی وجود دارد که احتمال دارد جای خندق بارو بوده است. برج و بارو به دوره ساسانیان تعلق داشته است، اما معلوم نیست چرا نقش اردشیر پاپکان و بهرام دوم بیرون از محوطه مقدس افتادند. شاید ناچار بودند از طرح قدیم و احتمالاً هخامنشیان پیروی کنند، زیرا طرح برج‌های نیم استوانه‌ای در زمره تزئینات دیوار برج‌های بلند کاخ آپادانا است و بنابراین هخامنشیان با آن بیگانه نبودند. تاریخ برآوردن باروی نقش رستم مشخص نیست، ولی شاید آن را به دوره اردشیر پاپکان و شاپور اول ساسانی بتوان تخمین زد، چون در آن زمان بود که این محوطه دوباره تقدس و اهمیت سیاسی چشمگیری یافت.